انصراف هزاران نیروی ذخیره ارتش اسرائیل و این همه به هر حال در طول هفته ها میبینیم شنبه های اعتراضی هم که مدام در جریانه. فکر میکنین ممکنه دولت نتانیاهو رو مجبور به عقب نشینی بکنه؟ در حال حاضر به نظر نمیاد قربان، متاسفانه باید بحثی بگم، به نظر نمیاد. آقای نتانیاهو، بعضیا گفتن که شاید ایشون تصمیم بگیره، البته گزارش های تایید نشده است، که این روند اصلاحات قضایی که اینقدر بحران‌آمیز بوده و اینقدر کشور رو به چالش کشیده، شد ایشون این روند رو منجمد بکنه برای یک سال. ولی این گزارش‌ها تایید نشدن و من شک دارم. اتفاقا مسئله میتونه بدتر بشه. ببینید، حالا در تمام این بحبوحه و این همه مشکلات، آقای نتانیاهو یک قانون دیگر رو میخواد در مجلس زمستان اسرائیل تایید بکنه که بر اساس آن کسی که میره سربازی 2 سال و 8 ماه در اسرائیل در شرایط بسیار سخت، خودمون میدونیم، بینندگان رو میدونن که سربازی چقدر سخت هستش در خاورمیانه به خصوص، ارزش انجام وظیفش به همون مساوی هستش با طلابی که میرن در حوزه علمیه های کلیمی در اسرائیل 3 سال درس میخونن، که اونها تو اتاقهای با کولر نشستن، شام و نهار و صبحونه‌شون سر جاشه، شبا تو تخت خواب خودشون میخوابن. و این واقعا تساویه این دو سرویس رو آقای نتانیاهو میخواد تصویب بکنه و قانون بکنه. و اگر این همچین چیزی بشه، ما وارد یک بحران جدیدی در اسرائیل خواهیم شد، چون بر اساس نظرسنجی ها 80% رای دهندگان خود حزب لیکود مخالفه این لایحه هستن. ولی آقای نتانیاهو به نظر میاد چاره‌ای نداره، چون یکی از شرکای کلیدی دولت ائتلافیش حزب ارتودکس، احزاب ارتودکس هستن، که اونها گفتن که این تقاضای اونها هستش و پافشاری میکنن که اگر این لایحه قانون نشه، اونها از دولت آقای نتانیاهو خارج خواهند شد و میتونه باعث متلاشی شدن دولتش بشه. همین الان هم حسن نصرالله گفته که ارتش اسرائیل در وضعیت ضعف قرار گرفته. چقدر این ادعا به واقعیت نزدیک و ممکنه تبدیل یه تهدید امنیتی بشه برای اسرائیل؟ ببینید، اینجا دو تا حقیقت وجود داره قربان. یکی اینکه بله، اسرائیل ارتش ضعیف‌تر شده، این رو ما خودمون میدونیم و میبینیم و اخبار اسرائیل گفته و سیاستمداران کمتر، ولی کسانی که تحلیلگر ارتش هستن، تحلیلگر مسائل نظامی هستن که در اسرائیل کم نداریم و اینا با تجربه هستن، در به خصوص در اخبار و محافل آکادمیک، اونا گفتن که به خاطر اینکه نیروهای ذخیره اسرائیل تمرین نمی‌کنن و نمیرن، اسرائیل ضعیف شده. ولی حقیقت دیگر این هستش که اگر جنگ بشه با حزب الله، به نظر اسرائیل هنوز قادر خواهد بود، با اینکه ضعیف شده، ضربات بسیار سنگینی رو به حزب الله بزنه. و این یک جنگ بین حزب الله و اسرائیل میتونه خیلی زود تبدیل بشه بین جنگ ایران و اسرائیل. میخوام بگم که واقعا این احتمال وجود داره که اگر جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، اسرائیل شاید به این نتیجه برسه که آقای بنت رسید، اون دکترین اکتاپوس، که به جای اینکه بره دنبال پاهای هشباه، بره دنبال سر هشباه، که سر هشباه خود نظام جمهوری اسلامی ایران هستش، و خیلی راحتی میتونه جنگ بین اسرائیل و حزب الله تبدیل به حملات وسیع موشکی، نه فقط نیروی هوایی، موشکی اسرائیل به تأسیسات نظامی و اقتصادی سپاه پاسداران تبدیل بشه. و اسرائیل با وجود اینکه ضعیف‌تر شده، هنوز به نظر من قادر هستش که این کار رو بکنه. پس امیدوارم که جنگ نشه، چون نه برای اسرائیل، نه برای جمهوری اسلامی ایران یه همچین جنگی سودآور خواهد بود. خیلی کوتاه جادانفر، میخوام این سوال، اصلا چیزی ممکن هست که نظر بنیامین نتانیاهو رو تغییر بده و این قانونی که داره تصویب میکنه رو متوقف بکنه؟ اصلا چه چیزی ممکنه این رو متوقف بکنه؟ اگر خودش تصمیم بگیره که متوقف نکردن این قانون میتونه به حیات دولتش صدمه بزنه و میتونه دولتش رو متلاشی بکنه. هنوز به این سناریو نزدیک نشده. بسیار ممنونم از شما آقای جاودان تکی، همراه بنده و برنامه امروز بودید.